ادبیات قرابت آرای زبان فارسی میذاریم، تو میزنی همینطور سلسله بار. آقا تا الان نزدی چیکار کنی؟ 3 تا فایل فلان گذاشتم. یعنی هنوز اگه داری این فیلم این کارگاه رو امروز 6 اسفند میبینی، فقط 3 تا الان گذاشتم. خب فقط 3 تا گذاشتم. اگه تو روزهای بعدی آفلاین این کارگاه میدیدی میبینی، هر روزی دی سعی کن همشو بزنی و شروع بکنی و در این مسیر با من همراهی بکنی. پس اولین کار من این شد، میشینی اونا رو میزنی. آقا قبل نهارم سعی کن اونا رو بزنی، یعنی با خودت عهد ببند. اگر من قبل نهار نزدم، اجازه نهار خوردن به خودم نمیدم. یعنی اینجوری با خودت عهد ببند. پس اینو دوست دارم تا قبل ظهر اوکی بکنی هر روز. این کار اول من بود. خواستم 25 شب با من تا شب عید همراهی بکنی. دومین کاری که ازت میخوام، 3 تا فایل زبان گذاشتم برات دوباره داخل کانال تلگرام پیشتازان، که حتی اگه شاگرد من نیستی به خاطر شرط مالی نتونستی در هیچ کدوم از طرحهای ما شرکت بکنی، لااقل تو این مسیر رایگان با من همراهی کن. 3 تا فایل زبان گذاشتم واسه شاگردای خودم، اینو تو مهر و آبان هم گذاشتم. یه تعدادی جدی گرفتن عمل کردن، ولی بالغ و 95% باز این کارم جدی نگرفتن. ولی تو این مسیر بعدی دیگه من واقعا دارم کمک میکنم همینجوری که اون اتفاق خوبه بیفته. پس کاری که ازت میخوام چیه؟ تو این اتفاق بعدی که ازت میخوام و توقع دارم، آقا با فایل زبان گذاشتم، یه دونه 9 صفحه‌ای، یه دونه 30 صفحه‌ای، یه دونه 7 صفحه‌ای. 7 صفحه‌ای افعال تو حالتهای مختلف، خب 9 صفحه‌ای لغت‌های 7، 8، 9 که میتونه به درد سال کنکورت بخوره. فایل 3 که 30 صفحه است، لغت‌های 10، 11، 12 کل لغاتشه. خب گوش کن خوب، دقت کن خوب. من روزی 2 صفحه از اینا رو میخوام بخونی. یعنی مثلا دیروز قرار بوده 2 صفحه اول رو بخونید، امروز قرار بوده 2 به علاوه 2 بخونی. یعنی هم 2 صفحه روز قبل و هم 2 صفحه جدید. خوب دقت کن. روز سوم قراره 3 تا 2 صفحه بخونی. روز سوم قراره 3 تا 2 صفحه بخونی. روز چهارم قراره 4 تا 2 صفحه بخونی. و روز پنجم که داری میخونی 2 صفحه روز اول رو فقط لغت‌های سنگینش رو کنارش تیک بزن، که از روز ششم به بعد دیگه فقط اون لغت تیکداراشو بخونی، همه‌شو نشینی بخونی. همینجوری یکی یکی 2 صفحه 2 صفحه میره فقط تیک داره. ولی تیک داره تا روز آخر، 25 روز آخر با من همراهی کن. کلش چند صفحه شد؟ 30 صفحه، 9 صفحه، 7 صفحه، 9 و 7 16 با 30 صفحه، کلا 46 صفحه. 46 صفحه یعنی 23 روز با هم بخونیم جمع شده کامل کل لغت 10 و 11 و 12. شما هر کلاس نکته تو سه زبانی هم که شرکت بکنی، استاد قطعا میگه لغت ها رو سعی کن قبلش خودت بخونی و بیای. اینم بود دومی که من فایل‌ها رو گذاشتم داخل کانال. حتما فایل‌ها رو پرینت بگیر. و ادبیات هم که روز به روز خودم واسه داخل کانال میذارم. بعد میگم ادبیات رو روز اول دمت گرم این کارو بکن، دمت گرم این کارو بکن. روز اول درصد بگیر، ببین چه درصدی میزنی. تا روز 25 بزن پا به پای من بیا، ببین روز 25 بهت قول میدم 20% رو درصدت گذاشتی. با اینکه رفته رفته سطح سوال سخت‌تر میشه، ولی تو اگه 25 روز پلتوری با من همراهی بکنی، بهت قول میدم تو روز 25 تو 20% رو درصد روز اولت گذاشتی. حالا پایان این مدت اسفند تو میتونی تشخیص بدی که آیا اگر من نکته و تست ادبیات شرکت نکردم، ببین چون اصل ادبیات قرابت آرایه زبان فارسی دیگه، حالا من اگه واقعا شرکت نکردم و رشدم نکردم، پس اینجا دیگه نیاز دارم که برم در کلاس شرکت بکنم. آقا ما نخوندیم. نخوندی هم بیا این تیکه ها رو بزن و پله پله هر روز 2 تا نکته 4 تا نکته یاد بگیر، بیا جلو. بهت قول میدم 25 روز دیگه حال خودت خوب میشه. کار سومم چی بود؟ کار سومم این بود که آقا وقتی داری درس میخونی یه قلم حتما همراهت باشه. من این موضوع رو خیلی شدید میبینم که متاسفانه اغلب آدما رعایت نمیکنن. خیلی هم میگن آقا ما دوست داریم تمرکزمون بره بالا، دوست داریم سرعت مطالعه بره بالا، چیکار کنیم؟ یکی از اصلی ترین کاراش، اولا که اگه میخوای سرعتت بره بالا و تمرکزت بره بالا، عشقت رو نسبت به کاری که داری انجام میدی بیشتر کن. تو به میزانی که عشقت رو نسبت به کاری که انجام میدی بیشتر بکنی، نتیجه هم که رقم میخوره خیلی خیلی بهتره. یعنی تمرکزت ناخودآگاه بالاتر، سرعت مطالعه بالاتر، اکتیو تری، پر انرژی تری، میزان یادگیری و قدرت یادگیریت هم بالاتر میره. پس این کارو لطفا انجام بده و خواهش ازت میکنم خیلی هم دقیق انجام بده. خیلی هم دقیق انجام بده. چیکار کنم؟ خوب دقت کن. هر وقت داری کلاس آنلاین میبینی، چه اختصاصی چه عمومی، آقا عمومی دینی زبان ادبیات خودکار نمیخواد که. ببین در هر حالی که هستی و در هر شرایطی که هستی، حتما خودکار دستت باشه. یعنی همزمان استاد در درس تو هم یادداشت کنی. آقا دینی داری میخونی، خودکار دستت باشه یادداشت کنی. یادداشت که نمیخواد دینی، دور کلید واژه های مهم دایره بزنی. ادبیات داری، آقا لغت زبانه رو که داری میخونی اونم باز
خودکار دستت باشه، اونم باز خودکار دستت باشه. پس این خواهش و خواسته که من از تک تکتون دارم، سومیش بود. امشب ساعت 9:30 چهارمیشو میذارم و اینا 25 مرحله است که اگه واقعا تو این 25 مرحله با من همراهی کنی، من بهت قول میدم و یقین 100% دارم که اون اتفاق ناب و درجه یک واسط افتاده. چه بسا ما بعضی از آدما رو هم همین الان داریم همینجا که تو این 3 روز واقعا همراهی کردن، همین خودکار دست گرفتنه. ببین در اردوی نوروزی حضوری من این موضوع رو بارها و بارها دیدم. طرف میاد فیلم میبینه، میام این همه آدم است که مدام مامانش پیام میداد که این در واقع چرا درصدش رشد نمیکنه، چرا تست نمیزنه. بعد نگاه میکنیم میبینه این آدم اصلا تست نمیزنه، این آدم اصلا دست به قلم نیست. دست به قلم بودن خیلی مسئله مهمیه و نگاه چشمت و حرکت چشمت با خودکارت و قلمت همراه باشه. این خواهش و خواسته رو ازت دارم. کسی بوده بچه‌ها؟